بینندگان عزیز سلام بر شما. در این برنامه به موضوعی می‌پردازیم که دغدغه بسیاری از هموطنان ما هست. بحران کمبود دارو در کشور. کمبودی که جان بیماران زیادی رو به خطر انداخته و نگرانی و استرس زیادی رو برای خانواده‌های اونها ایجاد کرده. بحران دارو ابعاد گسترده پیدا کرده و زندگی بسیاری از بیماران را تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد ایران سالهاست با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می کند. قیمتگذاری دستوری دارو، عدم حمایت کافی از تولید کنندگان داخلی و فساد گسترده در سیستم توزیع دارو از جمله مهمترین دلایل این بحران هستند. همین واژه قیمت دستوری خودش دم خروسه. قیمت دستوری یعنی به جای حل ریشه‌ای بحران دارو، به صورت مصنوعی و البته با اهداف مشخص روی دارو قیمت‌هایی می‌ذارن که واقعی هم نیست و پیامدهای بعدی هم داره. قیمت دارو در ایران توسط دولت تعیین می‌شود، یعنی قیمت‌گذاری دست مافیای حکومتی است. از طرفی هزینه‌های تولید دارو توسط همین مافیا به شدت افزایش پیدا کرده است. با قیمت‌های دستوری تولید کنندگان انگیزه‌ای برای تولید دارو ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بخش‌های سودآورتر به کار گیرند. همین موضوع باعث کمبود دارو و در نتیجه بازار سیاه و گرانی دارو می‌شود. صحبت‌های مدیر عامل یک شرکت دارویی نوک کوه یخ فساد در صنعت دارویی ایران رو نشون می‌ده. حمید انصاری در گفتگو با رسانه‌های حکومتی قیمت دستوری را عامل فساد یعنی سوداوری کلان برای مافیای دارو عنوان می کند. او می گوید نگاهی به بازار داروی ایران نشان می دهد که حدود 130 همت دارو به فروش رسیده که فقط 60 تا 70 درصد آن به صنعت چرخه دارو برگشته است. پس 50 تا 60 همت دیگه کجا رفته؟ یعنی 50 تا 60 هزار میلیارد تومان هم گم شده؟ ولی حتما که گم شده و در حاکمیت آخوندی پی آ پی باید خبرهای این گم شدنهای نجومی رو بشنویم. پولهای کلانی که تنها بیت خامنه ای از محلشون خبر داره و البته بهاش رو مردم ما با کمبود و بازار سیاه وحشتناک دارو میدن. وقت بخیر و خدا نگهدار.